اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری. در سایه خیال تو بیدار می شوم، سرشار از ترنم دیدار می شوم. از سرو خانه پدری تا کوچه های کودکی معصوم چیزی نمانده است. از دوستان یک دله می پرسم که از یادشان همیشه سرشار می شوم. آیا از خانه قدیمی من تصویر کهنه‌ای باقی است؟ ایران من هنوز هر جمعه با شکوفه لبخند، آوازهای شاد و شور زندگی تکرار می شود. ایران من کجاست؟ اندوهگین چراست؟ تا کی دستارهای مرگ بر بام خانه پدری آوار می شود؟ علیرضا نوری‌زاده، جمعه 8 دی ماه 29 دسامبر به شما سلام می‌کنم. تصویری دیدم، نمیدونم پومن عزیز فرستاده یا نه، در داخل امارات در زمان شاه، در ابو موسی در زمان شاه، یک به اصطلاح مثل کلانتری مانند یا پاسگاه ژاندارمری داشتن، شارژه داشت، که اون 50-60 نفری که ملیت شارژه‌ای داشتن و بعد اماراتی در اون محدوده زندگی میکردن. دو تا پلیس بود، یه معلم مصری هم که به بچه‌هاشون درس میداد. جمهوری اسلامی بدون توجه به قراردادی که با امارات داریم اینا رو بیرون کرد. یه روز بلند شد اون آقای فرمانده سپاه اینا رو بیرون کرد. از اون پس ماجرایی رو که ختم شده بود، دعوا نبود، امارات اصلا جرئت نمیکرد راجع به اینا حرف بزنه، تبدیل کردن به یک مسئله. شد یک مسئله. حالا تو هر کنفرانسی میگیرن، یه روز آقای لاوروف ادعای امارات رو میپذیره، یه روز آقای چافروف، یه روز آقای جینجونگ جینگ میپذیره، یه روز آقای نمیدونم ریچاردسون. در حال خاک ما رو که متعلق به ماست حراج میخوان بکنن، و این عکس بسیار عکس بدیه. یعنی در جزیره ابو موسی که سیادت و حاکمیت مال ماست، مراسم گرفتن، پرچم امارات رو میبرن بالا. این بیغیرتی رژیم هست، رژیمی که اصلا برای حاکمیت ارزش قائل نیست. حاکمیت از آن کیست؟ مجاوران قبر حضرت معصومه. حاکمیت مال اون است. حاکمیت مال اون مرده که امام جمعه قوم رو نمیدونم متولی، مال اون است. البته مال سیدنا در درجه اول. اون ارث پدریش گرفته. بالاخره اجدای طاهرینش که از عراق اومدن در آذربایجان و بعد رفتن خراسان، اینجا سرزمین اونا شده، نه سرزمین ملت ایران. بنابراین میبخشن، خاک ایران رو مصادره میکنن، میفروشن به امارات که جزیره درست کنه. دبی میاد تو آب، میاد جلوتر. تصویر رو دارید الان شما یا نه؟ ملاحظه فرمودید،
حضرت آقا قوام میکنم دیگه عمامه اینقدر بالا رفته دیگه جا ندار. نه من زیادی حرف زدم، اونم موقعی که حمید جان آصفی در خدمتش هستیم. درود بر حمید عزیز. سلام شما آقای دکتر و بینندگان. من تو شعرم اشاره کردم که چرا غمگین ایران، حالا تو چهره تو هم میبینم و افسرده میشم که شما ها بذار یه چیزی برات بگم، شاید هم خودت دقت کردی. کتاب زندگی خاطرات استاد دکتر حسن کامشاد تصویر به همون میده از روشنفکران و چهره های فرهنگی بیش از 70 سال. بعد قاسم غنی رو آدم میخونه، این خاطراتی که به جا مانده، خود صادق هدایت و بقیه. ببین چه آدمایی بودن، چه قشرایی بودن که مجال پیدا کردن چهره شدن. من یادم همون موقعی که 17-18 ساله بودیم کافه فیروز که می رفتیم، گوش تا گوش چهره ها نشسته بودن که ظهر دوشنبه می مدن چای و شیرنی و گپ و گفت. امروز وقتی می بینم یه آدمی که جان و دلش با وطن، با فرهنگ، با تمام آنچه که اسم ایران روشه، میبینم افسرده است، اون وقت افسوس میخورم چرا نسل شما اینجور به این خلع رسید. رفقات که یا زندانن یا رفتن بیرون یا به دنیای دیگر واصل شدن و افسرده ای. چهره افسرده تو کاملا میتونم تشخیص بدم. بگو کمی از افسردگیات همینجا. به هر حال از این فرصت استفاده میکنم، از میکنم که متاسفانه شبختانه این سیاست خارجی جمهوری اسلامی که میشه گفت الان در دنیای بین المللی شده کنونی حداقل 70% 60% تأثیر داره بر حیات تمدنی یک کشور. وقتی که حکومتی که حالت عصیانگری داره نسبت به نظم بین المللی، خب متحدی نمیتواند برای خودش پیدا کنه و در اوهامات خودش تصور میکند که روسیه و چین شرکای استراتژیک اینها هستن، در حالی که روسیه عصیانگر نظم بین المللی نیست، بلکه ناراضی وزن نظم بین المللیه و کشوری که ناراضی باشه میتواند متحدانی هم برای خودش دست پا بکنند، از جمله از بین خود همین عرب‌های منطقه ما، کشورهای عربی منطقه ما. ها جمهوری اسلامی چون دست پاش بسته است و این روس‌ها میدونن، راحت میان روی آقای رئیسی میرود مسکو، روز بعد روسیه هست که پای روز بعد پای این اعلامیه کشورهای عربی رو باز میکنه و میگه بله میشود این بحث جزایر سگانه و اینا رو میشه با محاکمه بین محاکمات بین المللی هم کشون. اینجا افسوس میخوره همینجوری که این اتحاد استراتژیکی که توهمه و روس‌ها اینقدر احمق نیستن که این رو نفهمن، به راحتی 50% سهم خزر رو ما از دست میدیم. به راحتی هم روی این جزایری که هستن میان میخوان معامله بکنن، میتونن کنار اعراب بایمیسه. 20 میلیارد دلار اونجا مراودات تجاری داره روسیه. جمهوری اسلامی با روسیه در بهترین حالتش که نزدیکترین کشور هم هست بهش 5 میلیارد. بنابراین الان روسیه با توجه به این تحریم هایی هم که روش هست و اون اقتصاد بین المللی شده امارات، اونجا میتونه خودش رو از این بنبست ها بیرون بیاره. اما جمهوری اسلامی میره قرارداد امنیتی میبنده، بخواد شنوت بیاره، بخواد بره فیلترینگ بخره، بخواد بیاد چگونه مثلا شهروندا رو کنترل بکنن و این قرارداد امنیتیشون هم به گونه‌ای که مجلس بخش هایشو گفتن محرم نیست، مجلس فقط به کلیات رای. این فاجعه است اون کشور.
آقا اگر به مخالفین خودت، اگر به میلیونها که اکثریت مردم، من نمیخوای گفتگو کنی، نمیخوای یک آوانسی بدی، راه رو باز بکنی برای یه سری تحولات، حداقل در سیاست خارجی عزت ایران رو به باد ندی، عزت خودتون. و این حالا خودش میگه عزتی ندارن به نظر، حداقل مساله خودش، یعنی یک کشوری هم که حتی با نظام دیکتاتوری هم اداره بشود، حداقل نسبت به یارگیری های بین المللیش، حداقل برای اینکه یک چیزی باشه، بیاد تو بحث رفاه جامعه، آزادی های اجتماعی رو آزاد میکنه. حالا در حوزه سیاست هم انسداد داره مثل چین، ولی ادامه میتونه بده. اینجا ما در سیاست خارجی یک اوسیانگری، در سیاست داخلی سرکوب، تبعیض، فشار اقتصادی، بیکاری، فقر، در حوزه بین المللی هم که میبینیم چه وضعی داره. یعنی عملا از هر کجا دارن حیات تمدنی ملی رو زیر فشار میذارن، اما ملت ایران در حال در گوش گذاشته. یه نکته رو بهت بگم که خیلی مهمه. وقتی صالحی که وزیر خارجه رژیم بوده، رئیس سازمان انرژی اتمی، معاون رئیس جمهور، به صدا در میاد میگه خلاصه بستن دامن عبا به مثلث قدرت جهان کار درستی نیست، بلکه باید با همه رابطه متعارف و متعادل داشته باشیم، و علی اکبر ولایتی روسوفیل هم میاد و به روسیه اعتراض میکنه، ولی دستگاه حکومتی این خیالش نیست. یعنی آقای رئیسی انتخاب کرده یارشو دیگه، آقای پوتین، حالا هرچه یارم براش اطفار میاد ناز میکنه، خریدار نازشه، که خلاصه نازنینا ما نوکر تیم باهات هم هستیم. آیا واقعا ما شاهد بیدار شدن بعضی از وجدانها هستیم، یا این هم نمایشیست که به هر کسی یه رولی دادن بازی کنه؟ نه، من فکر میکنم معمولا در حاکمیت های دیکتاتوری و حاکمیت های بسته یه جناحی از پراگماتیسم ها هستن که نهایتا در برابر معضلات اجتماعی، معضلات بین المللی احساس خطر میکنن و سعی میکنن که حکمرانی رو، نظام حکمرانی رو به یک سمتی ببرن که به یک نوعی این فشارهای بین المللی و داخلی کاسته بشه. اما جمهوری اسلامی نه، دیگه بعد از آقای روحانی که رفتن و اونم یک تلاش های ناکامی رو انجام داد برای بهبود روابط خارجی، اینجا دیگه پروژه یک دستسازیه و پراگماتیست های درون نظام مثل خود آقای صالحی، مثل آقای خرازی، به نوعی مثل آقای علی لاریجانی، آقای همین که صالحی، اینها دیگه صداشون به جایی نمیرسه. بله نق میزنن، اما نیرویی که مثل روزنامه سپاه یا مدیر مسئول کیهان آقای حسین شریعت مداری میاد اونم محکوم میکنه، اینو برای عوام فریبانه است. حرکتشون، مواضعشون فقط مصرف داخلی داره. یه چند روزم بگذره روی فراموشی افکار نیروهای خودشون که اینا دچار فراموشی میشن، حساب ویژم اینها دارن، یه انگلتی اومدن و، ولی عملا این که شما فکر کنید که وجدانی از اینها بخواد چیز بکنه، نه، توی یک راه یک طرفه و بازگشتی است که حالا کی برسد که روسیه چنان به زمین سخت اینا رو بزنه که خودشون انگوش بدهن میشن. من این مناظره آقای هاشمی رو با حسین شریعت مداری، من به جز حسین بازجو نمیتونم بگم، با ایشون مشاهده کردی. خیلی جالب بود این آقای شریعت این آقای حاج آقا حسین بازجو در تمام مدت فقط یه فایل گذاشته بود جلوش راجع به جنایت های روحانی و خاتمی و بعد وزراشون و دروغ هایی که گفتن حرف میزد، انگار نه انگار دو سال اندی رئیس جمهوری دیگر در اینجاست به نام رئیسی شش کلاسه، و نمیبینن که مردم با چه حقارتی به این آدم نگاه میکنن.
و همینجوری دفاع چون فرمان از بالا صادر شده. ولی به اعتقاد خودت رئیسی شکست مطلق نخورده و بی آبرو نشده؟ خب آقای دکتر، وقتی بحث اون فساد سیستماتیک و یه نمونهش که کوه یخه چایدبش بیرون میاد، میگن برخی ها میخواهن فساد نمایی کنن اما دولت من فساد زدایی میکنن. یکی دیگه سخنگوی دولت هم بیاد میگه که چیز نبوده، ما از یک سال پیش هم میدونستیم. اینجا واقعا مصیبته، واقعا نمیدونم، یعنی پایین ترین خرد جامعه رو نگاه بکنی پوزخند تلخ خودش میزنه. برسی به این که خب اکثریت جامعه واقعا اون آگاهی ملی رو، اون آگاهی عمومی رو و معدل خردشون بسیار بالاتر از حکرانان ما هستن، اینا رو میدونن. آی رئیسی، الان چرا شما در این اعتراضات گذشته یا خیلی هم مواضع شاز هم میگرفت نسبت به این جنبش های اعتراضی و اینا، ولی چرا کسی شعاری علیه آی رئیسی نمیده، شعاری علیه وزیر کشورش نمیده؟ شعار میره روی هسته مرکزی قدرت، میره روی نمادهای اونجا. این به دلیلی که میدونه که فردی مثل خود آی رئیسی کاری نیست، حتی در حد یک پیمانکاری که اقل اون نظام مدیریتی بوروکراتیکو داشته باشه هم نداره. این روی مثل آقای مثلا خاتمی، مثل آقای روحانی، به حال یه چهره بوروکرات امنیتی بود، بوروکرات نیروی بوروکراتیک زیاد دور برش بود، اینا هم حتی حداقل هاشو نداره. و اساسا وقتی خودش میگه که این دولت به هیچ وجه خودش رو در برابر رهبری قرار نمیده، منویات فقط مطلق رهبری رو میخواد پیاده بکنه، خب طبیعیه دولت شخصیتی از خودش نداره. آقای رئیسی چه شخصیتی از خودش داره؟ من نمیدونم. کار بزرگ، یعنی وقتی یه الان توی یکی از همین کشورهای آسیا جنوب شرقی اتفاقی میفته دیگه، جز تو همین ژاپن دیگه، 160,000 دلار بوده چند بوده که میگن اختلاسی شده، چه زلزله‌ای به وجود اومده. اینجا راحت مرغ دستش، تسبیح دستش، پیشونی هم پینه بسته، شال سبز گردنشون. بله ما میدانیم، ما میدانیم، اینا خودمون میدانستیم، خودمون کشف کرد، هنر کردی، خسته نباشی. ما تمام راه راندخوری و قوانین و دور زدن ها رو باز گذاشتی، بعد خودت هم میری میگیریش به خود، برای خودت هم تیپسی باز کنی. باز نذاشته، وسعت داده. شما فکر کن در یه موضوع چای دبش صحبت 3.5 میلیارد دلاره، یا داستان این چند هزار سکه گم شده تو بانک مرکزی. آقای دوست عزیزم، من نمیخوام بگم دولت قبلی، حکومت قبلی بی گناه بود رژیم، ولی یک دونم از این اتفاقات توش نیفتاد. یک بار نشد یک تومن از بانک مرکزی گم بشه. آخه این حرفا آدم برای من نسل من خیلی سخته که ما منتقد رژیم گذشته بودیم و امروز می‌بینیم اون رژیم فرشته بود در برابر اینا، فرشته بود. حتی دستگاه امنیتیش در برابر این دستگاه امنیتی فرشته. کجا اون رفتن تو خونه سر ببرن سینه بشکافن؟ کجا رفتن؟ هرگز این کار رو نکردن. بنابراین یک نوبری آوردن اینا. که آیه حمید خان عزیز، من واقعا بر احوال شما متأثرم که شما چجوری تو اون جامعه زندگی میکنید. یا آدمی که وطن دوسته، به تاریخش، به فرهنگش، به مردمش عشق میورزه و این بی‌اعتنایی رو به مساله مردم میبینه، این دزدی ها رو، رئیسی با وقاحت میاد میگه بله ما میدونستیم، همونطور که گفتی. چی رو میدونستی؟ اگه میسه چرا جلوشو نگرفتی؟ چرا قبل از اون جلوی بقیه دزدا رو نگرفتی؟ این یه دونه نیست، بانک مرکزی که دیگه مال خودتونه، دست خودتونه. چی شد سکه ها گم شد؟ ببینید، یعنی ما در برابر یک پدیده مختلف رو برسیم. رژیم های آفریقایی فاسد هستن. یارو گروبانی میده شب جنرال میشه، یه 10 میلیون دلار هم به جیب میزنه و میره. ولی اینجا ما 44 سال شاهد به جیب، چه عرض کنم، به بانک های خارج فرستادن هستیم.
یه خانومی اومده معاملات نفتی بهش حالا آقای احمد نژاد داده، ایشون الان 750 میلیون دلار دزدی کرده تو کانادا نشسته حال میکنه، یه مدت هم همسر آقای خلجی شد. بعد خب خدا رو شکر آقای خلجی بالاخره به یک نان و نوایی رسید، ولی منظورم اینه که چجوری میشه یه خانومی 750 میلیون دلار یا 800 میلیون دلار بالا بکشه؟ اون اول که خاوری در رفت همه میگفتن آی میلیارد تومن، نه 3 میلیارد تومن. الان اصلا شوخی دارم میکنم، میگه این رقم. یا داستان آقای بابک زنجانی چی شد بالاخره؟ این قشم ایرلاینی که به اون زیبایی این ویرجین درست کرده بود به کیسه چی رفت؟ آقای محسنی اژه‌ای 100 میلیون دلاری که گرفت که ایشون رو نکشه، این داستان رو آقای خامنه‌ای نمیدونه. من خیلی متاسفم. و اینم برات بگم، این داستان لبنان، داستان سوریه، داستان غزه، اینا همینجوری به پایان نخواهد رسید. پیامدهای سنگ. شما دیدی آمریکایی‌ها چنان تو دهن حزب الله عراق زدن نفسش بند اومد. یعنی اول میگیرن اب نداره، چیزی نیست، نمیخوایم جبهه تازه، ولی بعد میزنن. داستان آقای موسوی در سوریه داستان کمینه، شما شاید خیلی خوب بدونی، ایشون جانشین قاسم سلیمانی او بود، نه آقای قاآنی، او بود و او بود که تمام برنامه رو تدارک میده. به چه راحتی اسرائیل ها رفتن تو خونش توی زینبیه 3 موشک زدن داخلش رو آوردن. خودت الان نگاه میکنی فکر میکنی تمام این قضایا به خوبی و خوشی و یک برجام تازه و نمیدونم یک به رسمیت شناختن نقش جمهوری اسلامی پایان بگیره، یا نه پس پرده چیزهای دیگری داره اتفاق میفته؟ حستو میخوام بدونم. بله ببینید، الان خب چندین فرمانده ارشد اسرائیل در سوریه ترور کرده و یکی از مهمترین شما هم که خود امریکایی ها زدن سردار سلیمانی رو. ما فقط ببینیم خب آقایون موشک بدون خرج و چند ساعت هم خبر دادی به امریکایی ها عین الاسد رو میزنن و که بگن ما تلافی کردیم. کیهان هم با وقاحت میگه 300 تا امریکایی کشته شدن، 250 تاشون هم الان لطپارن دارن میبرنشون آلمان رو به این بزرگی. یک نفر هم اونجا خودتون میدونید کشته نشون. و اونجاست که آدم میبینه که واقعا یعنی چی اینقدر شما بحث از انتقام سخت میکنید ولی پای عمل که میرسه جوری دیگه ای هستی. بعد زورشون به مردم میره، زورشون به هواپیمای اوکراین میره، راحت تو چشم دخترهای مردم ساچمه میزنن. اما خب در برابر این همه حملات 300-400 باری هواپیمای اسرائیل و الان طور این فرمانده اخیری که کشته شده ترور شده، خب چه واکنشی نشون میدید؟ بعد میبینید که دستگاه به قدری اینجا غرقاتیه و یک فضای ملیاتریسی میخواد بیاد، یه دفعه میپره جلوی صحنه میگه بله اصلا این طوفان الاقصای 7 اکتبر رو به خاطر سردار سلیمانی، سخنگوی سپاه میگه. بلا فاصله شما میبینید خب رهبری سپاه، فرماندهی سپاه میاد تکذیب میکنه، میگه نه اینو ما بعداً داریم، انتقام این جداست و بیجاست و ما صادقانه به مردم میگیم هر کاری بود. مثل زدن هواپیمای اوکراین که 3 روز دروغ میگفتن چش در چشم من. به اعتقاد من اتفاق بیجه ای نمیفته که ما فکر بکنیم که شما، من از چه نظر میگی شما میگید حسی؟ از این نظر میگم که ببینید برای سردار همدانی، برای سردار آقای خامنه‌ای پیام داد، برای سردار سلیمانی پیام دادن، به حال نماز رو در مرحله عام خوندن، ولی اینجا شما می‌بینید برای این سردار که به نوعی جانشین سردار همدانی بوده فقط یه نمازی در بیت رهبری خونده میشه و هیچ گونه سخنرانی و بیانیه‌ای رو صادر نمی‌کنه. حالا به عوضش سخنگوی سپاه میاد اون حرف میزنه، میگه ای خیلی کار خرابتر کرد، یعنی تمام این مدتی که جمهوری اسلامی دیگه کم مونده بود قسم جلاله بخوره رو قرآن بزنه بگه من توی 7 اکتبر
نقشی نداشتم. راحت میدونی نمایندگی سپاه میاد میذاره میگه که اصلا این در راستای نه خود فرمانده سپاه هم خیلی خیلی با من واقعا خندیدم، گفت به زودی ما اسرائیل و آمریکا رو خلاصه شکست خواهیم داد و رو به شکست و نابودی هم. حالا باید بینیم درنگ کوتاهی میکنیم برمیگردیم آصفی عزیزم و گفتگومون رو دنبال میکنیم. تصویر زندیات فکور الان جلو چشم بوده، همسایه بودیم گفتم براتون، با فرزندی از او هم همکلاس بودم و با هم نمایشنامه می‌ذاشتیم. چه بازیگر درخشانی هم بود، مدرسه هدف. این آدم فکور، قد بلند، بسیار خوش قیافه قدم می‌زد و می‌رفت. من گاهی هم تو رادیو می‌دیدمش. خب شعر مال اون کریم، بعد مهندس همایون خرم آهنگ رو بسازه. پروین بخونتش. بعد از سالها شهداد روحانی رهبری ارکستر رو بکنه، کامبیز روشن روان تنظیم بکنه و علیرضا قربانی بخونه. چه می شود؟ شنیدم قربانی در فوریه میاد لندن. از حالا علیرضا جان خوش آمدید. خب دوست عزیزم برگردیم بر سر صحبتمون. گوین که دلم خواست الان یک ساعت راجع به شعر و راجع به فکورها و آدمایی که پرویز وکیلی، الان اسمی هم ازشون نمیارم، تورج نگهبان و این عزیزایی که بودن. به هر حال خب برگردم سر موضوع دیگری که همه رو به هر حال به نوعی به گپ و گفت و تحلیل واداشته، موضوع انتخابات. توی این مناظره حسین بازجو با آقای محسن هاشمی نکات قابل تأملی بود، جالب. ایشون شورای نگهبان رو با سوپریم کورت آمریکا مقایسه میکرد، خیلی جالب بود، یا با شورای قانون اساسی فرانسه و انگلیس. اصلا برای من حیرت آور بود در اینجا شما بتونی 5000 تا رأی تو همون محله خودت داشته باشی، اصلا کسی دیگه به سوابقت کاری نداره، میذاری میام ادعا میکنی و من اینم، مردمم قبول داشته باشم به رأی میده. دیگه جد آبادشو نمیری بپرسی در روستای چاله فلان که این باباش هم عرق میخورد یا نمیخورد، خب به تو چه، باباش میخورد به این چه. باری اصلا اینا میگم، اما اولی که آقا فرمودن تخصص به درد نمیخوره همین بود دیگه، چون ما با رژیمی هستیم که اقتصاد رو مال خر میدونه. ولی کلن میخوام بگم اصلا خیابان اعتنایی به این انتخابات داره؟ من فکر میکنم دو ماه دیگه که نزدیک دو ماه دیگه به انتخابات دو تا مجلس مونده، مجلس اول که یه مجلس کاملا بی‌خاصیت و وقتی هم جدیدن صحبت میکنم که وظایف خبرگان اینه که بر احوالات جسمی رهبر حاکم باشه برای روز مبادا. خب احوالات جسمی رو که پزشکان با تشخیص بدن، نه خبرگان ره. یه خبرگان هم که خودشون همه دیسک کمری و پیرمرد و با پزشکا احوالات اینا رو چک کنن که اصلا خیلیشون سکته نکنن. جنتی پوشک میپوشه، میگم یعنی ما 2 میلیارد خرجش. انتخابات مجلس گر کنان شهرها کاملا با یک تحریم بزرگ مواجه میشه، در شهرستان ها تقریبا به همین شکله و ممکنه در شهرستان ها قطعا هم هست یه همچین چیزی که به هر حال اون رقابت های محلی یه بخشی مشارکت رو بیاره بالا، ولی این باز لزوما به مفهوم رأی به نظام و رأی به وضعیت موجود نیست. در حال در یه مراکز دور از مرکز مناطقی هستن که مسائل قومی، قبیلگی، محلی اینا براشون مهم هستن و یه مقدار مشارکت میاد باید، ولی این هم به شدت کاهش پیدا کرده. بنابراین مجلس فعلی که با 9,800,000 دار شکل گرفته، مجلس بعدی قاعدتا باید به نصف هم بیاد،
متا خب به هر حال باید دید که امدادات غیبی چقدر کوشش میکنه که صندوق های رای رو احیا بکنه. ما نمیدونیم. احمد وحیدی دیگه از اون ذوب شده هاست، خب هرچی بگم میکنه دیگه. کاری هم که خود هیئت های اجرایی کردن، یه کسی مثل آقای پزشکیانی که از دیوار صدا در اومده از ایشون در نمیاد، آدم البته اهل رانت و این چیزا نبوده، ولی اصلا خاصیتی هم نداشته بودنش در مجلس، حتی اینم تحمل نمیکنه. حتی میگن که خود آقای خامنه‌ای هم گفته آقا برای چی مثلا این رو، خود آقای هاشمی هم میگفت که البته آقای شریعت مداری رد میکرد، گفت نه همچین چیزی نبوده، من خبر دارم همچین چیزی نبوده. ببینید وقتی کار به اینجا کشیده که بدون رو درواسی قلقم کرده و اون پروژه یک حادثاتی رو دارن جلو میبرن، بنابراین هیچ نقشی جامعه، نهادهای مدنی، اقشار اجتماعی، هیچ نمایندهی و هیچ اصلا صدایی در این مجلس نمیخواد داشته باشه و نداره. هم میمونه بین اختلافاتی که الان به یک نوعی آقای قالیباف رهبری بروکرات های ولایی رو به عهده گرفته و جبهه پایداری که میخواد به هر حال سخنگوی، یکی از سخنگویاش که من خودم میبینید آقای پناهیانه که واقعا آدم وقتی صحبت هاشو گوش میده میخواد سرشو به دیوار بزنه که مسلمان آخه تو میگه که اصلا بچه حزب اللهی ها باید پولدار بشن، بچه حزب اللهی که صاف مهیا کردن شرایط ظهور امام زمان باید اینا پولدار بشن. آقا فرق بین پولدار شدن و تولید پول فرق است بین ثروتمند شدن و تولید ثروت. تولید ثروت یعنی کار، تلاش، شغل، صنعت، اشکال نداره جمع بکن، ولی اینجا رانته، یعنی ایشون میاد یک وضعی در جامعه درست شده، یک وضعیتی نیروهای تندرویی که الان میخوان دیگه قبضم بکنن مجلسو به یه نقطه رسیده که نمیدونن از چای دبش بگیرن، سکه رو بگیرن، اونوره بگیرن، سلطان در بیارن، اینقدر در وضعیت وخیمه. حالا میخواد یه توجیه ایدئولوژیک هم بکنه که بله ما برای که دین اسلام ترویج پیدا بکنه، ظهور آقای امام زمان مهیا بشه، بچه حزب الله ها باید پولدار بشه. اون سرکار خانم هم میگه که حزب الله مملکت مال ما حزب است. خب چه جایی برای مردم هست؟ چه جایی برای حتی مردمی که ممکنه به یک نوعی گرایشی به یک بخشی از نیروهای اصلاح طلب هم مثلا داشته باشن؟ اینجا دیگه جایگاهی نداره. نیروهای اصلاح طلب هم من فکر میکنم به جز کارگزاران سازندگی و این حزب توسعه آقای دکتر بانک و همین آقای نوبخت و اینا هستن که قرار ظاهرا آقای روحانی یه جبهه انتخاباتی تشکیل بده که واقعا من نمیدونم بره ایشون با چه نیتی میاد. از این ور میاد میگه که رأی ندادن هم خودش نوعی رأیه، از این ور هم میاد ثبت نام کرده احتمالاً ممکنه تایید هم بشه، بعد به خاطر گرما بخشیدن به فضای انتخاباتی ممکنه ایشون یه لیستی هم بیرون بده. ولی آقای روحانی هم آب تو به همنگ داره میکوبه و ره به جایی نمیبره. این انتخابات پیش رو الان چه به لحاظ جامعه آماریش، چه به لحاظ حس شهودی که هر ناظری میتونه داشته باشه، با یک تحریم ملی به نظر من مواجه میشه. آیا آصفی عزیزم، خیلی جالبه در جمهوری اسلامی تمام رؤسای جمهور، چه مرحوم دکتر بنی‌صدر که برکنار شد، چه اونای دیگه که حالا آقای رجایی که کشته شد، بقیه هم که موندن، به محض اینکه کارشون تموم میگیره جد آبادشون رو میگن. یعنی آدم یه چیزایی راجع به روحانی از این حسین بازجو میشنید که میگه آقا وقتی اون رئیس جمهوری بود چرا خفه شدین، چرا چیزی نمیگفتین، چرا با مردم هم صدا نمیشدین، و چرا راجع به این شش کلاسه ای که کارنامه خونین اون زن زندگی آزادی رو داره، مثل بقیهشون هر کدوم یه کارنامه خونین دارن، ولی چرا راجع به هیچی نمیگی؟ من به نظرم سوال میکنم از آن دل مشغولی رهبری فعلا مسئله زمین سازی برای آقازاده است، و این که آقای رئیسی رو بیارن، الان میگن ایشون میاد رئیس مجلس خبرگان میشه، چون دیگه کنترل جنتی دستشون خارج شده، 5 دفعه باید پوشکش رو عوض کنن،
و این خب خیلی سخته. بنابراین آقای جنتی از تو خونه نظارت بر شورای نگهبان میکنه، ولی در خودش هم گفته کاندید نمیکنه خودش، رئیسی رو میارن که خیالشون جمع باشه بعد از لقاء الله رفتن آقا، خیالشون جمع باشه که رئیسی گوش به فرمان همون سناریوی محلل و بعد آقا مشتبه رو اجرا میکنه. آیا در جامعه هم چنین برداشتی وجود داره یا مردم واقعا به مرحله بعد از ولایت فقیه میاندیشن؟ خب داستان جامعه که جداست، واکنش در جنبش های پیشین سالهای 88 و 96 و 98 و بعد تا همین جنبش زیبای زن زندگی آزادی، میشه گفت جامعه رو ما از اون ویترین و از اون عینک از اون زاویه باید. اما در رابطه با فعل انفعالات جناها در درم حکومت، ببینید آقای رئیسی قبلش آقای شاروری بود یه گزینه مطرح بود، آقای خود روحانی هست که آقای لاریجانی بود، اینا کسایی بودن که به هر حال زمزمه ادعای رهبری رو داشتن، هر کدوم به یک نوع پیاده شدن. آقای روحانی که قطعا جایگاهی نخواهد داشت، آقای لاریجانی هم همچنین میمونه بین همین دو گزینه آقای رئیسی و آقای مشتبه که در افا اسمش زیاد مطرحه. به نظر من آقای رئیسی به دلیل اینکه نهادهای نظامی و نهادهای امنیتی، یعنی تیم امنیتی و نظامی نداره، خیلی به نظر من شانسی برای رهبری شدن رو نداره. حالا اون چیزی که شما میفرمایید به عنوان محلل میتونه اتفاقا بیفته، به هر حال یک دوره اولا بحث مروسی شدن اینجا اصلا کلا معنا نمیده، چون مجلس خبرگان رهبریه که انتخاب میکنه، همین مجلسی که فعلا هست. بنابراین اگه مستقیما هم خود آقای مشتاق خامنه ای هم تایید بشه، خب اون اتهام چیز شدن توارث و چیزایی نمیره کنار، زیاد خیلی معنا نداره. ولی یه راهش هم این میتونه باشه که یا یک، یعنی دو سه گزینه هست، یا اینکه مستقیم آقای مشتبه خامنه ای بیاد، یا اینکه نه یه شورای موقت رهبری فعلا تشکیل بشن سه ماه چهار ماه تا شورای نگهبان بگردد و فرد اسلحه رو پیدا بکنن و بعد چهار ماه پنج ماه هم اعلام میکنن که خب ما گشتیم و گشتیم و بنابراین فقط ما رسیدیم به آقای مشتبه خامنه ای. اما در این مدت کشور چگونه اداره خواهد شد؟ قطعا در فقدان رهبری فعلی همان داربست ها و همان اهرم هایی که نظام رو فعلا به هر شکل حفظ کرده اونها سر جاشون هستن و فرماندهی اینها دست کیست؟ دست آقای رئیسی قطعا. دست آقای منظور سپاه دیگه، سپاه به هر حال. اولین اتفاقی که میتونه بیفته یکیش این که دو مرحله ایش کنن، اول یه شورا بعد آقای مشتبه، و یا اینکه دیگه مستقیم برن، یا اینکه یه دورم حتی میکنه آقای برای 6 ماه 7 ماه انتخاب بشه آقای رئیسی، ولی قائم مقام رو آقای مشتبه بذارن، آقای مشتبه رو بذارن و بعد از اون نهایتاً کنار بره و خود آقای مشتبه بیاد. به هر حال این مسئله بحران جانشینی در صورت رحلت رهبر فعلی یکی از مشکلات بزرگیه که به نظر من جمهوری اسلامی یک اصرار بزرگی داره توی این قضیه که چکار باید کنه. آصفی عزیز، ما در تاریخمون هم دیدیم مثلا فلان پادشاه پسرش رو ولیعهد میکرد، یکی از پسراش، پسر دوم میمد و علیه برادرش بلند میشد و قدرت رو به دست میگیره. اینجا یه سوال مطرحه، این آقا مجتبی برای توده مردم کی؟ آقای خامنه‌ای وقتی رهبر شد، مردم حداقل چندین سال با خطابه‌های خیلی پر تنتنه، خیلی جذاب، گاهی اوقات مطالب فرهنگی توش بود، روبرو بودن. بعدم در ریاست جمهوری او آلوده نشده بود و نامش در جایی به عنوان آدمکش و دزد و غیره مطرح نشد. به هر حال یک کارگردانی هم به نام هاشمی رفسنجانی بود که به راحتی تونست اونو تو مجلس خبرگان جا بندازه، در حالی که اونجا مخالفان قوی داشت.
موسوی اردبیلی، آذری قومی، اینا همه بودن. حالا غرضم اینه چه کسی میخواد آقا مجتبی رو جا بندازه؟ یه مجهول در واقع. بله مردم حرف میزنن، شایعه میگن دستش توی دونم چایه تو فلانه، ولی این آدم حضور نداشته در دنیای رسانه. ایشون کجاست؟ چهار تا و نصف یه عکسش پشت سر پدرش رو تو کردستان یا سر کوه یا بغل دست آقای وحید حدادیان چاپ شده. خب صحبت این کیه؟ اصغر حجازی از اون معروفتره، مقام امنیتی رژیم. و بنابراین میخوام بگم من اینجور فکر میکنم که قصه سنگین تر از اینا خواهد، یعنی به همین سادگی این اعتباد. هم کی تضمین کرده که حسین سلامی فردا که آقا تشریف بردن همچنان وفادار به بیت آقا باشه؟ حالا به خودش بودم، کی گفته؟ و ما صدها سلامی داریم، ما غلام علی رشید رو داریم، خود باقری رو داریم که حسین سلامی نوکرشونه. و بنابراین میخوام بگم من احساس میکنم کار خیلی مشکلتر از این خواهد بود. دلم میخواد نظر شما رو هم بدونم. خب طبعا یکی از بحران‌ها و مشکلات اشاره کردم، شما اشاره دارید، ولی این که برخی ها فکر میکنن یک پروژه خودسر و خودسرانه در قالب کودتا و تمرد نظامی میتواند شکل بگیرد، به نظر من این گونه نیست. یعنی همینجوری که در ارتش رژیم شاه هم نبود به یک شکلی، یعنی اگر خیلی اونجا اگر یادتون باشه در دوره انقلاب پیشنهاد میدادن که برخی اصلا دست به کودتایی بزنن و بعد از فراهم کردن شرایط پادشاه دوباره برگرده، ولی واقعیت اینه خب هیچ کس این اراده رو نداشت به دلایل مختلف که واردش نمیشه. در جمهوری اسلامی خیلی پیچیده تر از این هست. یعنی اینکه آقای سلامی یا آقای رشید یا هر کسی دیگه که صاحب منصب نظامی بخواد دست به یک حرکتی بزنه، این گونه نیست. مکانیزم سلسله مراتبی و کنترلی که در شورای نظامی در بیت هست اجازه نخواهد داد که دست، یعنی از محافظین خود اینها گرفته از نیروهای زیر دستشون، همه شاید در رسانه اعلام بشه که مثلا فرمانده سپاه، فرمانده اطلاعات سپاه رو آقای سلامی حکم داده، ولی این حکمش جای دیگه صادر شده و ایشون فقط رسانه‌ای میکنه. من این تحلیل رو دارم که به اون مفهوم دچار گسیختگی و بی‌نظمی ساختاری و نظامی جمهوری اسلامی برای خودشون نمیشه. مردم رو که الان ما میذاریم کنار، اون زمان هم که آقای خامنه ای در رهبری در ریاست جمهوری بود و بعد شد رهبر بود، تفاصیلی که شما کردید کاملا درسته و پایه اجتماعی حکومت خیلی گسترده بود و باید خیلی ملاحظات رو رعایت میکردن و چهره مثل آقای هاشمی که مرد دوم شاید نظام بود میتونست این تسهیل بکنه رهبری آقای خامنه ای. اما الان واقعیت اینه که هم پایه اجتماعی به شدت لاغر شده، محدوده، به شدت و محدود شده و همین که نیروهایی که یه مقدار وزن داشتن همه رفتن، کنارشون گذاشتن، یا فوت کردن یا در استخر غرق شدن یا به هر حال به یه شکلی همه دار و فانی رو بدا کردن. بنابراین با همین کوتوله‌های سیاسی خیلی راحت خود آقای رئیسی میتونه بیاد در مجلس تبلیغات اعلام بکنه و رهبری نظرش به ایشون بوده یا من نظرم به ایشون بوده با آقا گفت، روایت ها احادیث مختلفی رو میتونن پر بکنن. اما بحث بود، ببینید با این همه مفاسدی که دولت های زیادی در جمهوری اسلامی، رژیم های زیادی که مشکلات داشتن، همه اینا به پای کسایی گذاشته شدن که در اتفاقا جلوی صحنه و جلوی دوربین، از خود رهبری نظام گرفته تا خود رئیس جمهور و کلن ساختار و حکرانی. ولی واقعیت اینه که الان نبود آقای مجتبی در جلوی ویترین، میتونه یه وضعیت هم باشه براش بیگه. باز میگم من بحثم جامعه نیست، باز بحثم این حزب‌اللهی هایی هستن که به هر حال کاریزمایی که آقای خامنه‌ای الان در بین اینها داره، این کاریزما به طور طبیعی میتونه متجلی بشه در چهره آقای
مشتبه خامنه‌ای. مشتبه خامنه‌ای درست پست اجرایی رسمی نداره، ولی اداره کردن، اگر این حرفا درست باشه، اداره کردن خود اون شورای نظامی، اداره کردن اون دولت پنهان و مدیریت کردن بخش های مهمی از چیز، اینا به هر حال مسئولیتش بسا بالاتر از یک رئیس جمهور بوده و دولت واقعی هم اونجا بوده و این رو میتونه بیارن به عنوان به هر حال روزمهش و به عنوان توانمندیش هم باشه. همینقدر که به هر حال پس دو تا، یکی این که ایشون کار اجرایی داره میکنه و در سطح کلانش هم داره میکنه، به نوعی دست بازوی رهبری هم میتونه باشه، و از طرفی دیگه هم همینقدر که رسانه‌ای نبوده، خودش جعبه اسرارآمیز جاذبه داره، و اینکه کاریزمای پدرشون هم میتونه به ایشون منتقل بشه، همه اینا مزیتن. و به اضافه اینکه تیم هم داره، یعنی تیم نظامی و تیم امنیتی که ساخته بشه، و هیچ کدوم از این ابزارها و اهرم‌هایی که در اونجا متمرکز شده در هسته سخت قدرت در دستان آقای رئیسی به نظر من نیست. حالا اینکه ارتش اسرائیل گفته که ایشون میشه رهبری، اطلاعات ارتش اسرائیل گفته، من نمیدونم، شاید اونا اطلاعاتی دارن ما نمیدونم، ولی اگر هم باشه به نظر من اگر بخواد جمهوری اسلامی رو کل پا بکنن، بهتر همون آقای رئیسی رو بسن، یعنی با دست خودشون. دقیقا و منم کاملا باید موافقم، یعنی آدمی که عرضه اداره یک ده رو نداره، ایرانو به دستش میدن که اداره کنه، حالا ایرانو به دستش میدن که سرنوشت مقرر کنه. منم با شما موافقم رئیسی، اما آقا مشتبه هم خواب خوش نخواهد دید، چون این جامعه حرفش رو راجع ولادت‌فقیه زده، گفته که ولادت‌فقیه رو چجور بهش نگاه میکنه. بنابراین شما نمیتونید تصور کنی که جامعه هم تسلیم میشه، دست رو میبره بالا، میگه موجی جان خوش آمدی. نه، من چنین فکر نمی کنم و قبلا هم نوشتم، حالا برداشت منه، که سید علی خامنه ای پایان ولایت فقیه خواهد بود. حالا تو 4 ماه بعد از رفتن، 3 ماه، 2 ماه، همون روز، اینا برداشت منه، ولی ملت ایران بیدارتر از سالی که آقای خامنه ای تشریف بردن. الان دیگه ولایت فقیه معنایی نداره و مفهومی هم نداره. بعد اون وقت آقای رفسنجانی بلد بود که چه جوری آقای خمینی رو بکشه وسط، و هنوز خمینی عده طرفدار داشت، ولی امروز حکایت متفاوته. ممنونم ازت حمید آصفی عزیزم، مثل همیشه تازه‌گوی و تحلیل‌های درست. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبایی سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده تا دیدار بعدی در پناه پروردگار عاشق. Thank you.